سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. پرونده که امروز میخواییم با هم بررسی کنیم پرونده یک زوج آمریکاییه که بر حسب اتفاق یکیشون متاسفانه به قتل میرسه. این پرونده برای 44 سال حل نشده باقی میمونه تا اینکه در سال 2018 این پرونده حل میشه. به لطف دی ان ای هم بوده که پیشرفت دی ان ای که باعث شده این پرونده حل بشه. دقیقاً. البته که این پرونده کامل هم حل نشده و ما خیلی چیزا رو در مورد این پرونده هنوز نمیدونیم. ما کلی سوال بدون جواب داریم هنوز. اما بریم پرونده رو شروع کنیم. بروس و آرلیس یه زوج آمریکایی بودن و توی غرب آمریکا به دنیا آمده بودن و بزرگ شده بودن. بروس علاقه زیادی به کتاب خوندن داشت و اینقدر علاقه زیاد بود که انگار کرم کتاب خوندن داشت و همینطور تونسته بود به عنوان یه محقق توی دانشگاه استنفورد کار بکنه. بروس همچنین ورزشکار هم بود و تونسته بود چند تا مدال توی مسابقه های دو میدانی بگیره. آرلیس فرق داشت. اون آخرین فرزند از 3 فرزند بود و یه مسیحی سفت و سخت بود. یعنی اگر شما دنبال آرلیس میگشتید اونو میتونستید توی کلیسا پیداش کنید. توی همه برنامه های کلیسا شرکت میکرد. بروس و آرلیس تو دوره دبیرستان همدیگر رو دیدن و یه دل نه 100 دل عاشق همدیگه شدن. با هم بیرون میرفتن، قرار میذاشتن، ولی بروس باید به استنفورد میرفت، جایی که براش یک کار تحقیقی پیدا شده بود و 2500 کیلومتر با محل زندگیش فاصله داشت. علی‌رغم فاصله زیادی که بینشون بود، ولی اونها تصمیم گرفتن رابطهشون رو ادامه بدن. ما در مورد الان حرف نمیزنیم، در مورد سال 1974 حرف میزنیم، جایی که مردم با نامه با هم در ارتباط بودن یا خیلی خوش شانس بودن میتونستن با تلفن با هم چند دقیقه صحبت بکنن. بروس در استنفورد در کنار کارهای تحقیقی که انجام میداد، دوره‌های پیش از دانشگاه رو برای رشته پزشکی شروع کرده بود و حسابی درگیر بود. آرلیس هم دبیرستانش رو تمام کرده بود و کالج رو شروع کرده بود و همزمان در یک مکتب دندونپزشکی هم کار میکرد. آرلیس همچنان کلاس‌های مذهبی کلیسا رو داشت و به عنوان یه مبلغ مذهبی هم کار میکرد. ولی در کنار تمام درگیری‌هایی که هر دوشون داشتن، جای خالی همدیگر رو احساس می‌کردن. بنابراین در تابستون سال 1974 تصمیم گرفتن که با همدیگه ازدواج بکنن. بعد از یه ازدواج کوچیک در زادگاهشون، یک هفته رفتن ماه عسل و بعد هم برگشتن به استنفورد. بروس و آرلیس به عنوان یک زوج به دانشگاه استنفورد رفتن و در خوابگاه‌های متأهلی دانشگاه استنفورد ساکن شدن. خونه شون کوچیک بود، ولی اونا هم خیلی کم سن و سال بودن، فقط 19 سالشون بود. با این حال داشتن زندگیشون رو می ساختن. به محض اینکه وارد دانشگاه استنفورد شدن، بروس دوباره برگشت به درسش و بیشتر وقتایی که بیدار بود یا دانشگاه بود یا داشت درس می خون یا آزمون های آمادگی رو می گذروند و آرلیس هم سعی می کرد سر خودش رو با خونه داری گرم کنه. در این حال تونست یک هفته بعد از اینکه به استنفورد اومد، نزدیکی دانشگاه استنفورد در یک شرکت حقوقی به عنوان منشی کار پیدا کنه. آلیس در زمانی که سر کار نبود یا میرفت میدوید یا میرفت پیاده روی میکرد در اطراف دانشگاه استنفورد. در یکی از همین پیاده روی ها کلیسای یاد بوده استنفورد رو پیدا کرد. آلیس تا حالا همچین کلیسای بزرگ و عظیمی با این شکوه و ابهت ندیده بود و با توجه به شخصیتی هم که داشت، همیشه خدا توی کلیسا بود. یعنی هر جا بروس میخواست پیداش کنه، آلیس رو توی کلیسا پیدا میکرد. تنها مشکلی که در دانشگاه استنفورد وجود داشت با این مهاجرتی که کرده بودن، با اینکه شهر به شهر بود، ولی آرلیس خیلی احساس تنهایی میکرد، انگار یه چیزی کم داشته. در نامه‌هایی که به یکی از دوستانش نوشته بود، گفته بود که کم مونده که برم در خونه مردم رو بزنم و ازشون بپرسم که آیا دوست میخوان یا نه. 6 هفته بعد از عروسی، در 12 اکتبر،
یک شب پاییزی بود که هارلیس تصمیم گرفت به پیاده روی شبانه بره. این کار غیرعادی نبود. معمولا در این ساعت از شب دختر پسرهایی که داخل دانشگاه بودن یا مهمونی میگرفتن یا میرفتن پیش هم دیگه یا شب زنده داری میکردن. بروس هم تصمیم گرفت که در این پیاده روی به آرلیس بپیونده تا با هم برن یه دوری بزنن و برگردن و همچنین نامه های آرلیس رو که برای خانوادش نوشته بود رو هم پست کنن. در راه برگشت سر اینکه کی باید ببره باد لاستیک های ماشین رو تنظیم کنه یه بگو مگوی ساده کردن و در انتهای این بگو و مگو و بحث کوچیک آرلیس از بروس خواست که بهش یه ذره فضا بده یکم اعصابش آروم بشه. اونو در نزدیکی کلیسای یاد بود استنفورد بودن. حدود ساعت 11:30 بود که آرلیس به بروس گفت من میرم کلیسا و بعد هم بر میگردم خونه. کلیسا از خونه آرلیس و بروس حدوداً 800 یا 700 متر فاصله بوده. بنابراین بروس برگشت خونه و آرلیس هم رفت داخل کلیسا تا یکم دعا کنه و آروم بشه. زمانی که آرلیس داخل کلیسا شد دو نفر دیگه هم داخل کلیسا بودن که داشتن دعا میکردن. آرلیس رفت در قسمت جلوی کلیسا زانو زد و مشغول دعا کردن شد. اون دو نفر زمانی که داشتن از کلیسا خارج می شدن متوجه شدن که آرلیس هنوز داخل کلیساه. در حینی که داشتن از در می اومدن بیرون یه آقای جوان حدوداً 25 ساله با موهای بلوند وارد کلیسا شد که اتفاقاً تیشرت آبی هم پوشیده بود و اون دو نفر اومدن بیرون و دیگه آرلیس رو ندیدن. استیون کرافورد نگهبان 47 ساله دانشگاه استنفورده. اون مسئول بوده در اون شبی که آرلیس به کلیسا رفته که در کلیسا رو در نیمه شب ببنده. اون در حدود ساعت 12 رفته داخل کلیسا و با صدای بلند گفته که هر کسی که دعاش تموم شده لطفاً از کلیسا بره چون کلیسا تعطیله. در حدود ساعت 12:10 در کلیسا رو قفل میکنه و میره و خودش میگه که من هیچ کس رو در کلیسا ندیدم. نه آرلیس، نه اون پسر موبلوند و نه هیچ کس دیگر رو. کرافورد همچنین مسئول بوده که در تمام ساختمان‌های دانشگاه رو چک کنه و مطمئن بشه که درهای ساختمان‌ها بسته است و هیچ دانشجو یا هیچ کسی دیگه بدون مجوز وارد ساختمان‌ها نمیشه. در این سمت داستان ما بروس هر لحظه نگران و نگران‌تر میشه چرا که از ساعت 12 شب گذشته و همسرش هنوز بر نگشته. کلیسا در حدود ساعت 12 شب بسته میشه پس لزومی نداره که آرلیس بر نگشته باشه. آره دیگه تازه هم کالیفرنیا و هیچ کی آشنایی کسی نداشتن و هیچ کی نمیشناخت. دقیقاً پس کجا میتونه آرلیس رفته باشه؟ بروس در حدود ساعت 12:15 تصمیم گرفت که بره و کلیسا رو نگاه کنه و ببینه که آرلیس اونجاست یا نه. رفت چک کرد، دید درها قفله، حتی رفت در پشت کلیسا رو چک کرد، دید قفله، چراغ‌ها خاموشه و آرلیس اونجا نیست. گفت شاید برگشته آپارتمان، برگشت آپارتمانش و دید اونجا هم نیست. اطراف دانشگاه رو گشت اما بازم آرلیس رو پیدا نکرد و گفت که شاید آرلیس خیلی ناراحت بوده و داخل کلیسا خوابش برده. استیون کرافورد نگهبان دانشگاه رفت در تمام ساختمان‌ها رو چک کرد، دوباره یه شیفت دیگه داشت، دوباره برگشت تا دوباره در کلیسا رو چک کنه و مطمئن بشه که در کلیسا قفله. خب چک کرد هم در جلوی کلیسا رو هم در پشت رو و دید که قفله و خودش میگه که من نه صدای شنیدم یا نه کسی بگه مثلا منو بیارین بیرون، هیچ چیز غیر عادی من ندیدم. بنابراین در رو چک کردم و رفتم دوباره سر شیفتم. در حدود ساعت 3 بروس تصمیم گرفت که با پلیس تماس بگیره و بگه که همسرش گم شده. با پلیس تماس گرفت و گفت ما بحث بزرگی نکردیم که من بگم که مثلا غرق کرده رفته نخواد بیاد. اصلا یه بحثم نبوده، من گفتم تو باید میکردی، گفته نه تو باید میکردی. خلاصه اون مامورایی که جواب تلفن رو میدن تصمیم میگیرن که برن و از کلیسا یه سری بزنن اما جدی نگرفته بودن. میرن چک میکنن و میبینن که در کلیسا قفله
میگن که شاید رفته پیاده روی طولانی و خلاصه داخل کلیسا کسی نیستش و برمیگردم. با وجود اینکه کلیسای یادبود استنفورد بسیار بزرگ و عظیمه، ولی پنجره‌هایی نداره که از بیرون بشه داخل رو دید. بنابراین هیچ کس چیزی ندیده. در حدود ساعت 5:40 کرافورد میره که در کلیسا رو باز کنه، ولی متوجه میشه که در پشتی کلیسا بازه. میترسه، خب چیزای قیمتی داخل کلیسا هست همونجوری که میدونی، مثلا طلا و طلا و شمشیر چیزای طلا هست. آره، میترسه و میگه که حتما کسی اومده دزدی کنه. میره داخل کلیسا و میبینه که نه، همه چیز سر جاشه. ولی یه چیز عجیب میبینه. اون در جلوی کلیسا در ردیف دوم، دقیقاً جایی که آخرین بار آرلیس زنده دیده شده، به صورت برهنه دراز کشیده شده و به نظر میاد که مرده. آخرین لحظه های زندگی آرلیس خیلی وحشتناک بوده، وحشتناکتر از اون چیزی که آدم بتونه فکرش رو بکنه. دور گردن آرلیس یک کبودی وجود داشت که نشون میداد قاتل به شدت دور گردنش رو فشار داده و سعی داشته خفش بکنه. این فشار به قدری زیاد بود، مثل یک گردنبند دور گردنش سیاه بود و همچنین با یک یخشکن حدوداً 12 سانتی از پشت گوش چپش با زاویه 45 فرو کرده بودن داخل مغزش و پزشکی قانونی گفته بود که علت مرگ آرلیس همین فرو کردن یخشکنه. اما ماجرا به این ختم نمیشه. بعد از مرگ آرلیس احتمالاً زارب به جسد شکل و فرم داده، سر آرلیس رو رو به آسمون قرار داده، یک دستش رو گذاشته پشت کمرش، یک دستش رو روی سینه، یک شمدون رو با فشار داخل لباس زیرش وسط سینه هاش قرار داده. این فشار انقدر زیاد بوده که لباس زیر رو پاره کرده و یک شمدون 80 سانتی رو فرو کرده بوده داخل واژن آرلیس. و همونطوری که روی عکس میبینید، شلوار آرلیس رو شکل و فرم داده و به صورت برعکس روی بدن آرلیس قرار داده. پزشکی قانونی به این نتیجه رسید که به آرلیس تجاوز نشده و فقط در کنار بدن آرلیس یک بالش پیدا کردن که روش ترشحات جنسی وجود داشت. انگار که قاتل با این اثری که خلق کرده بوده یه خودارضایی کرده و اینکه مثلا یه اثر شیطانی به وجود آورده بوده. اصلا میگن شاید مراسم آیینی برای خودش برگزار کرده که در ادامه ما اینا میپردازیم که به حساب شکل و فرمی که بهش داده انگار شیطان پرستیه، یک مراسمیه که داره این کار انجام میده. و همچنین یک رد دست هم روی شمی که داخل اون شمدون بوده وجود داشته که اون چاپ دستی رو ازش میگیرن و قاتل داستان ما عینک آرلیس رو هم به عنوان غنیمت با خودش ظاهرا برده بوده. کشیش ها معتقد بودن این نمادی که با بدن آرلیس درست شده یه نمادی در مسیحیته به اسم صلیب در جام. پس میتونیم اینجوری برداشت کنیم کسی که این کارو کرده از دین آگاهی داشته. یعنی یک کاری پس میتونیم بگیم توی کلیسا داشته، شاید یعنی که اصلا خیلی توی دین عمیق بوده. از اون مهمتر، کاراگاه ها گفتن که کسی که این کارو کرده توی نیروهای ویژه بوده و آموزش دیده که مثلا اون یخشکن رو در کجا وارد کنه و با چه زاویه‌ای وارد کنه. و همچنین گفتن که قاتل داستان ما چپ دسته. معمولا وقتی یک زن به قتل میرسه، مظنونی که وجود داره و اول اونا رو زیر نظر میگیرن همسری، دوست پسری، پدریه. در این داستان هم ما مستثنا نیستیم. وقتی که کاراگاه ها مثل صحنه جنایت رسیدن و آرلیس رو در اون صحنه پیدا کردن، بلافاصله رفتن آپارتمان بروس که هم بهش خبر بدن که همسرش مرده و همین که ببرنش برای پاره از توضیحات. ولی وقتی وارد شدن، بروس رو در حالی پیدا کردن
که دستاش و لباسهاش خونی شده بود و همین هم باعث شد که دستگیرش کنن و بلافاصله بهش بگن که چرا همسر تو کشتی، چرا دست و پات خونیه. و بروس حساب گیج شده بود و میگفت که منظورتون چیه؟ من خوندماغ کردم، من از بچگی اینجوری بودم، هر وقت استرس دارم خوندماغ میکنم و منظورتون چیه که من زنمو کشتم؟ و اینجوری بهش خبر قتل همسرش رو میدن. میبرنش خب آزمایش میکنن خونش رو و میبینن که بله ظاهرا اینجوریه که هر وقت استرس میگیره شروع میکنه به خون دماغ کردن، خون خودشه و خون دماغهای خیلی شدیدی میکنه. و خب در اون زمان مرسوم بوده که تست دروغ سنج ازش میگیرن و میبینن که دروغ نمیگه و واقعا نگران همسرش بوده. خیلی زود هم به عنوان مظنون پاک میشه و خب با آقای کرافورد اون نگهبان ساختمان‌های استنفورد هم صحبت میکنن و اون چاپ دستی که وجود داشته رو هم میگیرن و میبینن که نه به دست بروس میخوره و نه به دست کرافورد و خب پاکشون میکنن به عنوان مظنون. و الان باید بگردن دنبال یه قاتل دیگه. تشخیص پلیس این بود که آلیس احتمالاً در نیمه شب کشته شده بعد از اینکه در کلیسا بسته شده، احتمالاً توسط مهاجم گروگان گرفته شده بوده، ساکت شده بوده و بعدش هم به قتل رسیده بوده. همچنین پلیس تشخیص داد که در پشتی کلیسا که باز بوده از داخل شکسته شده، یعنی یه نفر از داخل فشار داخل شکسته داره. آره رفته بیرون، ولی خب نتونستن اطلاعات دیگه به درد بخوری پیدا کنن. از اون مهمتر نفهمیدن اون جوونی که اومده بوده داخل کلیسا کی بوده که هنوز مشخص نشده. و بعدش برای آلیس مراسم یاد بود گرفتن در همون کلیسایی که کشته شده بود. خانوادش هم همونجا اومدن و در چند قدمی جایی که دخترشون وحشیانه به قتل رسیده بود حاضر شدن. در اون مراسم همکارهای آرلیس که در اون مؤسسه حقوقی کار میکرد هم اومدن. در اون مراسم شرکت کردن ولی از دیدن بروس تعجب کردن. انگار براشون باعث تعجب شده بود که بروس کیه، چون فکر میکردن که شوهر آرلیس یه نفر دیگه است. اونها گفتن به کاراگاه ها که یک روز قبل از قتل آرلیس یه آقای جوان 20 خورده ساله با موهای بلوند اومده داخل اون مرکز حقوقی و حدود 15 دقیقه با آلیس شروع کرده به صحبت کردن و بسیار با هم گرم صحبت میکردن. یعنی اصلا نمیتونسته بگی مشتری هم، چون حدی که فکر کنه شوهرش. دقیقا رفتن توی اتاق کنفرانس و با هم صحبت میکردن و خب اون کارمندای اونجا هم فکر میکردن که بروس، اون آقایی که اونجا رفته بروسه و شوهر آلیسه و آرلیس مثل این که از بروس خواسته بوده که به مرکز حقوقی نیاد تا اون بتونه خودش رو به عنوان یک کارمند ثابت کنه. و جالبی این ماجرا اینه که اون تشابهاتی که از قیافه اون مردی که اومده بود به مرکز حقوقی میدادن دقیقا شبیه کسی بود که آخر شب اومده بود به کلیسا. یک چیز عجیب دیگه که در این پرونده وجود داره اینه که اسم شوهر آرلیس بروس دانکن پریه و جالبش اینجاست که در دانشگاه استنفورد یک نفر دیگه با همین اسم ثبت نام کرده بوده ولی بعد از مرگ آرلیس این شخص کلن ناپدید میشه که نشون میده اسم فامیلش فیک بوده و اصلا نمیدونن این کی بوده، حتی سوابق تلفنیش هم از بین میره. بعد از چند وقت جسد آرلیس رو انتقال میدن به محل زادگاهش و اونجا خاک سپاریش میکنن و در ابتدا خانوادهش، چه بروس چه پدر مادرش، از نحوه مرگ آرلیس خبر نداشتن. یعنی نمیدونستن که چجوری به قتل رسیده، از اون شمع 80 سانتی خبر نداشتن و فقط میدونستن که کشته شده و همه چیز در سکوت خبری بود. 2 هفته بعد از خاکسپاری آرلی سنگ قبرش به سرقت رفت و خب برای خانوادهش سوال پیش اومده بود که چرا بین اون همه سنگ قبر که حتی آدمایی هستن که جدید به خاک سپرده شدن باید سنگ قبر آرلیس دزدیده بشه و همش احساس میکردن که قاتل در بینشون زندگی میکنه. اصلا از زادگاهشون پاشده رفته کالیفرنیا، از همه چیز خبر داشته. حتی فکر میکردن چون در اون زمان گروه های شیطان پرستی در اونجا بودن، احساس میکردن که اونا آرلیس رو قربانی کردن، چون
من گفتم آرلیس به عنوان مبلغ مذهبی کار میکرد و میرفت همه جا تبلیغ میکرد. گفتن احتمال داره که رفته باشه تبلیغ کرده باشه و اونها آرلیس رو کشته بودن. حتی یک چند نفر اومدن کتاب در این مورد نوشتن، حرف زدن که گروه های شیطان پرستی کشتن و خیلی مثلا حرف زدن در موردش. من اینها رو نمیگم چرا که این پرونده حل شده و به نظر من لزومی نداره که اینا رو اضافه کنی یا در مورد. اگر پرونده حل نشده بود میتونستیم به عنوان سناریو بهش نگاه کنیم، ولی الان پرونده حل شده. در طی سالها بعد خب پرونده سرد شد، هیچ اطلاعاتی وجود نداشت، هیچ مظنونی وجود نداشت و خب ما چند تا شخصیت اصلی توی این داستان داشتیم، از جمله بروس. بروس از دانشگاه فارغ التحصیل شد، دکتراشو گرفت و به عنوان یک متخصص بهداشت روان کودکان در سطح بین المللی کار میکرد و خب توی برنامه‌های زیادی حاضر شد، کلاً پزشک معروفی شد و حتی چند تا کتاب نوشت، ازدواج کرد و خیلی کمتر در مورد آرلیس کلن حرف زد. با استیون کرافورد هم آشنا شدید. اون نگهبان 47 سالی دانشگاه استنفورد بود و کهن سرباز ایالات متحده آمریکا هم بود. در سال 1971 کرافورد در اداره امنیت استنفورد به عنوان یک پلیس کار میکرد و همچنین اسلحه گرم داشت. اما کمتر از یک سال بعد یک رئیس پلیس جدید اومد که گفت که باید موقعیت‌ها چک بشه و ما اسلحه‌های گرم رو باید از افسرهای پلیس بگیریم. از 75% از افسرهای پلیس اسلحه‌هاشون رو گرفتن، به جای اینکه ترفیع شغلی بگیرن اخراج شدن و به بعضی‌هاشون هم پیشنهاد کار دادن که به عنوان نگهبان در اونجا کار کنن بدون اینکه اسلحه‌ای داشته باشن، هیچی، فقط به عنوان نگهبان ساده. و خب کرافورد هم مجبور بود که بپذیره چون احتیاج داشت به درآمدش، ولی خیلی از این مسئله ناراحت بود. بارها به دوستانش گفته بود که من باید پیشرفت میکردم، من نیروی ویژه بودم، چرا باید همچین اتفاقی برای من بیفته؟ 2 سال بعد از قتل آرلیس کرافورد از دانشگاه استنفورد بیرون اومد و رفت که جای دیگه کار پیدا کنه و در سال 1992 دانشگاه استنفورد از کرافورد شکایت کرد، اون هم به جرم دزدی. ظاهراً مدتی که اونجا کار میکرده یک عالم کتاب قیمتی، شمدونهای قیمتی، حتی از دفتر اساتید هم دزدی کرده بود. دقیقاً از هر جا که میتونسته دزدی کرده، مجموعهای خیلی گران قیمتی از دانشگاه دزدیده بود. خب وقتی گرفتنش اینا رو پس گرفتن ازشون، ولی این کارو کرده بود. بعدی ازش پرسیدن که خب چرا این کارو کردی؟ گفت که من خیلی عصبانیم، من خیلی ناراحتم، شما منو به جرم نکرده متهم کردید، بارها بردید منو هی سوال جواب کردید، من خیلی از این مسئله ناراحت بودم، از مسئله قتل آرلیس که من مظنون کردید، به همین دلیل این کارو کردم که از دانشگاه انتقام بگیرم. کرافورد پس از دستگیری در سال 1992 یه چند ماهی زندان بود، بعدش هم آزاد شد. خب 65 سالش بود، به جامعه برگشته بود، همسایه‌هاش، صابخونه‌اش میگفتن که کار نمی‌کنه، از خدمات دولتی استفاده می‌کنه، آزار و اذیتی نداره. ما ندیدیم که به کسی آزار برسونه، بحثی با کسی بکنه. ولی دلیل نمیشه که قاتل نباشه، بخاطر اینکه خیلی از قاتل‌ها داشتیم که آدم‌های ساکت و آروم بودن، خانواده دوست بودن. البته کاراگاه هم میگفتن که ما هیچ وقت کرافورد رو از لیست مظنونینمون حذف نکردیم، هیچ مدرکی وجود نداشت که نشون بده اون قاتله، هیچ مدرکی هم وجود نداشت که نشون بده قاتل نیست و همیشه در لیست مظنونمون بوده. در سالهای اخیر که دی ان ای حسابی پیشرفت کرده، خب پرونده های گذشته بررسی میشن، خیلی از کسایی که بیگناه زندان بودن آزاد میشن. یه گردم که فکر میکردم قصر در میرن، افتادن زندان. پرونده آرلیس هم دوباره بررسی شد. ما میدونیم که ترشحات جنسی وجود داشته. اینها بررسی شد و متوجه شدن که قاتل داستان ما کیه. در 28 ژوئن 2018 ساعت 9:05 صبح در خونه استیون کرافورد 72 ساله توسط پلیس زده میشه و کرافورد میفهمه که پلیس برای دستگیریش اومده. ازشون میخواد که اجازه بدن لباس بپوشه تا بتونه از خونه بیاد بیرون. پلیس هم بهش میگن خب باشه لباس تو بپوش بیا بیرون. ولی بعد از چند دقیقه صدای گلوله میاد. وقتی پلیس میره داخل میبینه که
کرافورد اسلحه رو گذاشته توی دهانش و به خودش شلیک کرده و پلیس اعلام کرد که کرافورد در صحنه فوت کرده و خب ما رو با یه عالم سوال بدون جواب جا گذاشت که مثلا خب چرا این کارو کرده، عضو گروه شیطان پرستی بوده که این کارو کرده، هدفش چی بوده. حتی یه عده گفتن که شاید به خاطر این بوده که می‌خواسته، چون در اون دوران گروه شیطان پرستی خیلی رواج داشتن، این کارو کرده که مثلا بگه آره گروه شیطان پرستی این کارو کردن، بعدن شما به این طرف کلیسا. و خب ما نمیدونیم چرا این کارو کرده، حرفای زیادی در موردش میزنن و قتل‌های دیگه هم در اطراف استنفورد اتفاق افتاده که یه عده میگن اصلا شاید کار کرافورد بوده باشه، ولی خب اون سه تا قتل دیگه حل نشده، پرونده آرلیس حل شده ولی اونا حل نشده و پلیس امیدواره که اونا هم حل بشه. با این حال با وجودی که این پرونده حل شده است، به نظر میاد که حل شده نباشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. پرونده های جنایی رو ما هر هفته میذاریم، قرارمونه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.